دیدنی های استان بوشهر خیلی زیاده که از بین اونها میشه به شهر باستانی سیراب، شهر باستانی ریشه، شهر باستانی سینیز، آبنبار قوام، خانه رئیس علی، کلیسای خارک، قلعه نسوری، گوردختر، کشتی رافائل، عمارت کلاه فرنگی بوشهر و کاخ کوروش اشاره کرد. در بین این کاخ بردک سیاه جاییست که امروز میخواییم به اونجا سفر کنیم. سفر خوبی داشته باشید. در حاشیه رودخانه دالکی در استان بوشهر در جنوب ایران کاخی قرار دارد به نام کاخ بردک سیاه. این بنا کاخ زمستانی داریوش اول و مربوط به دوره هخامنشی است که در 12 کیلومتری شهر برازجان در روستایی به نام درودگاه واقع شده است. کاخ بردک سیاه را به وسعت تخت جمشید یا حتی بزرگتر دانستند. نزدیکی آن به خلیج فارس نشان از اهمیت موقعیت این کاخ دارد. از این کاخ هخامنشی چیز زیادی باقی نمانده و بخش زیادی از آن تخریب شده است. احسان یغمایی، سرپرست هیئت کاوش‌های بردکسیا می‌گوید از 5 تپه باستانی بردکسیا تنها بخش کوچکی از یک تپه باقی مانده است. این در حالی است که کاوش‌ها در بخش باقی مانده هم نادیده گرفته شده و متوقف است. این باستانشناس معتقد است با کشف بیش از 28 محوطه باستانی این منطقه به احتمال زیاد خاستگاه هخامنشیان بوده است. مهمترین این محوطه ها کاخ سنگ سیاه، بردک سیاه و چرخاب است. از مهمترین دستاوردهای باستانشناسان در بردک سیاه برجسته ای است که احتمالاً متعلق به داریوش باشد. کشف نقش مشابه به همین نقش در تخت جمشید نیز کشف شده است. در وبسایت خبرگزاری میراث فرهنگی آمده است 4 تکه ورق طلا در مجموع به وزن 3 کیلو و 200 گرم در بردک سیاه کشف شدند. به نظر می‌رسد این 4 تکه طلا به عمد زیر یکی از پایه ستون‌ها دفن شده بودند که باستانشناسان پس از 2500 سال موفق به کشف آن شدند. از کشفیات دیگری که در این بنا به دست آمده یک دسته خنجر زنانه است. کاخ بردک سیاه در طول سالهای گذشته توسط کشاورزان منطقه مورد تخریب قرار گرفته است. عدم زهکشی در دوره هایی موجب شده که آبیاری زمین های کشاورزی سبب تخریب برخی از آثار به جامانده از کاخ بشود. بسیاری از ته ستون های این کاخ در گذر زمان شکسته شده و دیگر به شکل اولیه خود نیستند. همچنین بر حفاری های غیر مجاز در اطراف کاخ هیچگونه نظارتی وجود ندارد. بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی به صورت مکرر با مسئولان حفاظت میراث فرهنگی تماس داشتند، اما نتیجه بخش نبوده است. این کاخ در سال 1354 از زیر خاک بیرون کشیده شده است. کاخ بردک سیاه در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در نظام جمهوری اسلامی عدم توجه به بناهای تاریخی پیش از اسلام و حتی در صدد تخریب آن برآمدن امری عادی است. در ابتدای انقلاب اسلامی صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در کتابی با عنوان کوروش دروغین و جنایتکار کوروش را به لواط متهم کرده بود. او تلاش بسیار کرد تا بتواند این بنای تاریخی را تخریب کند.